در کالیفرنیا تیمی از جراحان دقت و قابلیت اعتماد همکار جدید خود ربات داوینچی را با کمک از مرکز پژوهشی اینتیوتیو سازنده این ربات اندازه‌گیری و اثر بخشی آن را تایید کردند FDA اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا از سال 2000 استفاده از ربات‌ها را در اتاقهای عمل تایید کرده است اما تا پیش از این نسبت به استفاده آنها تردید و نگرانی وجود داشت جزئیات بیشتر در برگردان گزارش جورج بوتیچ اول از همه اجازه بدین روشن کنم عمل جراحی توسط جراح انجام میشه نه ربات داوینچی <متصفيق> <متصفيق> کار ربات هوا منسازیه در حقیقت مثل یک دست مینیاتوری میمونه که قادر در فضاهای بسیار کوچک مثل لوله های ریز جمعآوری کننده ادرار عمل جراحی رو با موفقیت انجام بده علاوه بر این وسعت بریدگی لازم برای وارد کردن چهار بازوی ربات که ویدیو و تمام ابزار برای جراحی رو به ناحیه عمل میبره بسیار کوچکتر از شکافی است که برای ورود دست انسان ضروری است داوینچی نه تنها آسیب بافت و خونریزی رو به حداقل میرسونه بلکه به جراح امکان میده که کنار تخت بشینه و روی مانیتور وضعیت احشا و حرکات بازی ربات رو با دقت بسیار کنترل کنه با این همه تا به حال قضاوت جراحان درباره ربات بسیار متفاوت بوده اگر چند جراح یک جراحی مشابه رو با کمک ربات داوینچی انجام بدن و شما از اونا نظر بخواید احتمالا پاسخها بسیار متفاوته و ما هم به یک سنجه و میاره اندازگیری نیاز داشتیم که نظر شخصی در اون دخیل نباشه پروفسور آندرو هانگ و تیم همکاران او در مرکز اینتیوتیف با ابداع یک وسیله جدید به نام دیوی لاگر قادر شدند اطلاعات داوینچی رو در چهار مرحله مختلف جراحی پروستات توسط جراحان مختلف گردآوری و ثبت کنند و میگن از این پس میتونن کار ربات رو بدون اعمال سریقه فردی بررسی و اندازه‌گیری کنند ما به روشنی میبینیم که جراحان وقتی که داوینچی رو استفاده میکنن این چهار مرحله رو بسیار بهتر و دقیقتر و کم آرزه تر انجام میدن دکتر هانگ میگه دیویلاگر یک ابزار پژوهشیه و استفاده بالینی نداره و هدف اون تأمین سلامت بیمار با ارزیابی عمل جراحی است.